پنتاگون گزارشش را درباره حمله بر شفاخانه پزشکان بی‌مرز در کندز پخش کرد. بررسی این رویداد 7 ماه را در بر گرفت و سرانجام روز جمعه این گزارش پخش شد. پس از این بررسی ها 16 تن از نیروهایی که در این حمله مسئول شناخته شدند از ارتش آمریکا بیرون شدند. ایالات متحده آمریکا این حمله را برخاسته از مشکلات فنی و اشتباه انسانی می‌داند، اما می‌افزاید که این حمله جنایت جنگی شمرده نمی‌شود. نیروهای هوایی به گونه اشتباه فکر کردند که ساختمان پزشکان بیمرز همان ساختمان است که طالبان در آن حضور داشتند، ساختمانی که چند صد متر از ساختمان این شفاخانه دورتر بوده است. مسئولان نهاد پزشکان بیمرز این بررسی را قابل پذیرش نمی‌دانند. این نهاد کیفر انضباطی را برای عاملان این رویداد در مقایسه با تلفات و ویرانی‌های این شفاخانه ناچیز می‌داند. ما هنوز هم خواهان آغاز کار یک هیئت حقیقت‌یاب هستیم. ما گمان میکنیم که امریکا این عملش را این کار میکند. در تمام شفاخانه های ما قانون منع دخول جنگ‌افزار وجود دارد و ما از تمامی گروه ها میخواهیم که به این قانون حرمت بگذارند. شماری از نزدیکان قربانیان و کسانی که از این رویداد زنده بیرون آمدند نیز با انتقاد از این رفتار نیروهای آمریکایی خواهان کیفر سخت به عاملان این حمله هستند. ده عمل قابل دو بخشش ندارم. منگا باید کم جنایت کردن در کار سکر امریکایان در ارسوسی بود موضوع داخل باید محکمه سی علنی محکمه در افغانستان کسی نه امریکا کس امریکایان ولی والا مگا تنظیم انضباطیان وظیفه نمیوافتم فکر در قابل ورد ندارم. خالد احمد نیز یکی دیگر از کارمندان شفاخانه پزشکان بیمرز کندز است. اکنون از پا معیوب است و عدالت می خواهد. ما از بین المللی می خواهیم که امرای ازاد صحبت کنه و قصد ما را ازشان بگیره و ما انصاف می خواهیم که چیزی که در امرای ما شد امرای ازیام شد. این رویداد 42 کشته بر جای گذاشت و شمار بسیاری از بیماران، پرستاران و پزشکان این شفاخانه زخم برداشتند. سقوط 3 روزه شهر کندز به دست طالبان و بمباران هوایی شفاخانه پزشکان بیمرز از سوی نیروهای آمریکایی رویدادهای تکان دهنده سال گذشته کندز به شمار می روند. این شفاخانه برای بیماران کندز، تخار و بدخشان خدمات بهداشتی ارائه می کرد.